سلام به ویدیو دیگه خیلی خیلی خوش دوستان این اولین باره که من دارم ویدیو رو اینجوری براتون میگیرم بچا امروز ویدیومون اینجوریه میخوام یه بررسی بکنم ببینم آقا چرا کلش رویال داره درجه میزنه این آپدیت ها همش نشون دهنده اینه اگه از روز اول کلش رویال بازی میکردید که 2017 اینا میشدش حالا بخوام میگم 2016 بهتره ببینید تا 2022 تغییر آنچنانی به هیچ عنوان تو کلش رویال داده نمیشود یعنی همون روند آپدیت های معمولی فیکس کردن بازی بالا یک تغییرات کارت اضافه شدن کارت ها تا 2022 یعنی تقریبا 6 7 سال 6 سال اینا خیلی ت... ملو داشت پیش میرفت کلش رویال بدون هیچ مشکلی طرفداری خاص خودش رو داشت بچه از 2023 روند نزولی کلش رویال شروع شد اینو من نمیگم اینو داره در واقع نتایجی که خود کلش رویال داده بیرون داره بهمون میگه بچه رویال ای پی آی داره بهمون میگه من حالا ببینید دو سه دقیقه میخوام بهتون این چیزو نشون بدم که چرا اینجوری شده بعد بریم خود کلش رویال و یه سر بزنیم به آپدیت جدید و این که آقا ببینیم کلش رویال داره درجا میزنه یا این آپدیت خوبه این آپدیت خوبه یا نه رو قراره که شما تو این ویدیو متوجه بشید که آقا این حجم از تغییرات تو یه بازی کلش رویال که بخوایم مثلش رو ببریم با یه دونه آپدیت غیر قابل در واقع تصور بود من اصلا فکر نمیکنم کلش رویال بخواد یه همچین آپدیتی بده خیلی عجیب شده بچه ها ادامه همراه من باشید میخوام یه سری م... یه جوری حالا مدارک بهتون رو کنم که آقا بهتون نشون بدم کلش رویال دیگه اون بازی قبل نیست این عکسایی که بهتون در ادامه میخوام بهتون نشون بدم که خیلی وقت بودش بده کردم بودم نگاه کنید خیلی جالبه ببینید رفقا این یه اکانت بوده این اکانت رنگ 611 شده با 29 وین این عکس من توی آرشیوم نگهداری میکنم این یکی از انکانوی پوش های من بوده بچه ببینید با 29 وین دو سال گذشته رنگ 611 زدم الان با 29 وین شما میتونید تاپ اگه خوششانس بازی تاپ 100 بزنید من دیدم بچه ها یکی از رفیقای خودم چند سیزن گذشته با 29 وین ایموت گرفت اون موقع رو نگاه بکنید بچه ها. این نشون دهنده ای چیه این که آقا کلش رویال 70 درصد پلیر هاشو از دست داده و داره با این آپدیت های جورایی آقا میگه که برگردی داری بوش کار میکنی ولی اینطوری نیست بچه ها. به این سادگی نیست ادامه رو همراه من باشید یه سری عکس دیگه, دیگه بهتون رو بکنم اصلا پشماتون بریزه ببین الان با 25 وین شما میتونی 100 درصد تا به 600 درصد بزنید من با 26 وین رنگ نزدم 200 سال پیش این عکس دقیقا برای دو ساله میشه بچه حالا اسمشون نشون نمیدم چون که این اکانت سالمه و بند نشده این اکانت رو نمیتونم نشون بدم ببینید توی همین اکانت با سی و دوین دو من رنگ 170 زده بودم بچه ها ببینید چقدر کلاش رویال مزخرف شده من اینو دارم جدی بهتون میگم میگم باید تحت عنوان حالا کسی که دارم کلش رویال فعالیت میکنم اینو بگم ولی واقعا بچه کلش رویال دیگه یه بازی بورینگ شده حالا میگم اسمش نشون نمیدم چون ممکنه بعضی بعضیا برن بکنن چه میدونم رپورت بکنن چون اکانت سالمه این همون اکانتیه که رنگ 22 زده بودم حالا در ادامه همراه من باشید بچه نها کنید این یکی دیگه از اکسس با 25 وین دو سال گذشته رنگ حتی نزدیک به رنگ هم نمیشد بچه اینا رو دارم بهتون نشون میدم که بریم اصل کاری رو در واقع بپردازیم به بهش حالا چند تا عکس با هم میگه ببینیم و بعد من برم چکه اشترال اون موقع بهتون میگم چرا اینجوری شده خب رفقا ما تا این لحظه متوجه شدیم که آقا کلش رویال انقدر پلیر داشته که شما اون موقع رنگ زدن به شدت سختتر بوده اصلا کار فوق العاده سختری بود اگه یه ترکیب درست داشتی بازم کارت نسبت به الان سختتر بود خیلی سختتر بود شما دیگه فکرشو بکن با 29 بین. معلوم نبود تاپ هزار تمام بکنی یا نه خیلی عجیبه ولی الان طرف 29 تا تاپ 100 میزنه ایموتش هم میگیره این تنها چیزی که نشون میده اینه که آقا کلش روی سال 2023 که مدیر بخش حالا بگم سرگرمی شو یه جورایی یا کنار گیری, گیری کرد خودش یا اخراج کرد نمیدونم اینو ولی به هر حال مدیر اصلیش دیگه دیگه رفته بود 2023 رفت یعنی اولش رفتش بعد اینکه اون رفت بچه اصلا کلش رویال دیگه اون چیزی نبود که واقعا این 6 -7 سال داشت ارائه میداد اصلا چطوری بهتون میگم نابود شد بچه که در حالا الان میرم تو بازی یه سر میزنیم بخشای جدید رو نگاه میکنیم و بهتون میگم آقا این آپدیت میتونه کمک بکنه یا نه من تمام آپدیت هایی که رو خودم به هزاران بار بوده دیگه همش داره میده هر سال دقیقا یه آپدیت بزرگ داده بعد 2022 من دیدم همشونو ولی این آپدیت خود متفاوته منتظر باشید تا بریم تو بازی و بهتون بگم چرا ببینید رفقای این اکانت قبلی من بود خب ببینید رنگ 38 رو میبینید من با 35 وین تو گلوبال تورنت رسیدم الان 35 وین طرف تاپ میزنه بچه ها انقدر مدرک هست تا بهتون نشون بدم چقدر کلش رویا سختتر بوده و چقدر الان مزخرف شده حالا وارد جریان اصلی داریم بهتون یه مغزتون رو آماده میکنم که بگم چرا اینجوری شده حالا به این موضوعی اشاره بکنیم بچه ها این دو سال که تقریبا داره میشه دو سال دو 2023 بخوایم حساب بکنیم آره دیگه داره میشه دو سال دستاورد کلش رویال چی بود برای خودش شما یه آمار نگاه کنید از گوگل پلی برید در بیارید بچه ها تعداد افرادی که توی این دو سال کلش رویال رو نصب کردن از اون زمانی که 2020 تا 2022 که کلش رویال هیچ آپدیت خاص و بزرگی نمیداد نصفم نیست نصف بچه ها. نصفم نیست کش رو این همه هزینه کرد این همه وقت گذاشت این همه آپدیت های چرت و پرت ولی به نظر خودش فوق العاده رو به بازی اضافه کرد ولی نتیجه چی شد هیچی, هیچی. یعنی بهش فکر نکنید که نتیجه داشته برای کلش رویال یا نه چون پلیراشو فقط دسته نه تنها پلیری به کلش رویال اضافه نتونست بکنه تو این چند وقت اخیر حالا یکی دو سال اخیر بلکه اون پلیرام رفتن من خودم رفتم خودم میگه اصلا دوست ندارم تو تاپ لدر وارد بشم چون میدونم وارد بشم فقط اینجا درگیره قبلا اینجا درگیر بود ولی حال میکردیم من واقعا با بتل زدن حال میکردم بچا ولی الان میدونم اگه برگردم تاپ لدر با این ترکیب شخمی که دارم فقط اینجا درگیر میشه هیچ جا دیگه درگیر نمیشه همین بچه ها دیگه بریم تو بازی و یه سر بزنیم بیریم جوری شده من خودم فقط یک بار رفتم دیدم و این ویدیو رو دارم براتون میگیرم و رفقا اینم بهتون بگم این فقط کلش رویا نیست که این بلا سرش اومده اینجوری بهتر اینجوری بگم بعد از کرونا دیگه میتونم اینجوری بگم دنیای گیم و ویدیو گیم رو میتونیم به قبل از کرونا و بعدش تقسیم بکنیم چون تمام عرصه های ویدیو گیم نکلش رویال من تقریبا اخبارهای کلش رویال و ویدیو گیم رو هر روز دنبال میکنن میبینم آقا میبینم آقا خیلی هاشون بر این باورن که ویدیو گیم تا قبل از کرونا چیز دیگه بود که منم همینو بهش هستم و تایید میکنم ولی کلش رویال حتی بعد از کرونا هم عالی بود حتی عالی ترم شد ولی دیگه تصمیمات اون از مدیره و کلش رویل بالاخره مثل هر شرکت دیگه ای به فکر سود هستن آه این هر شرکتی الان به فکر اینه به فکر دیگه کالاف رو دویدید بچه بازه کالاف به فکر چیه؟ به فکر اینه تمام شده رفت همه شرکت ها اینجوری نمیگم اینجوری نیست هر شرکتی که توی بازی سازی داره در واقع فعالیت میکنه به فکر اینه ولی بعد از کرونا دیگه خیلی به فکر این شدن دیگه اصلا به فکر زیاد به فکر گیم پلی و نمیدونم که پلی خوب و بازی بهمون حال بده و اینا نیستن دیگه دارن از لذت ما سو استفاده میکنن کلش چون هم قطعا تو این دو سال سودی کرد که شاید تو اون شیش سال قبلش نکرده بود این همه آیتم فروخت این همه یه عدد رقمی است که باورتون نمیشه از فروش رویال پس هر سیزن اصلا باورتون نمیشه بخوام بگم برحال این مسئله ها از بعد خیلی به موشه کافی بشه بچه ها این من دیدم یوتیوب برای فارسی به این مسائل نگاه نمی کنن. خیلی عجیبه برام این مسائل خیلی مهمه که چرا اینجوری میشه چرا یه شرکت توی سال دو تا آپدیت بزرگ میده اصلا مهم نیست آپدیت بزرگ مهم اینه که پلیرات رو تو بازی که نتونیش کشور رو انجام بده اصلا یادم رفت اینو بهتون میگم پی تو وین که در شروع این دو سال پی تو وین شد بچه ها. یعنی شما باید حتما حتما رویال پس دوازده دلاری رو به چپونه بهت تا یه کارت مثلا چه میدونم اولوشن بتونیم به دست بیاری اینجوری نبود بچه ها ما 6 دلار قشنگ ندام 6 5 دلار بود 5 دلار 5 دلار 4 دلار و 99 سنت میدادی ببین ده ها برابر این رویال پس دایموند ارزشش بود شما میدونستی که حداقل سه تا کارت رو میتونی مکس بکنی هر سیزن الان یه دونه هم نمیتونی مکس کنی با دایموند پس. با دایموند پس میتونی مکس کنی یه دونه کارت نمیتونی من اون موقع اشنگ دادم یه رویال پس زدم یه بار کل زدم بچا من رویال پس رو تو اکانت اصلیم همون یه بار سه تا کارت هم مکس شد دیگه از این واضحتر تر کلش روی آیتم های جدید وورد که آقا بیشتر مردم پول تو جیبشون بکنن آره اینجوری دیگه بچه اینجوری بخوام بهتون میگم یه در واقع چطوری میگن که مثلا بیادبی هم نشه به شرکت سوپرسل شرکت به قول خودشون محترم سوپرسل یه روند یه رو پیش گرفتن که فقط از بازی بچاپم اینجوری بخوام بهتون بگم قبلا میچاپیدن آباد اینجوری نبود قبلا فقط فکر و ذکرمون این بود که آقا ما بازی رو ببریم الان فکر و ذکرمون اینه که 12 دلار رو هر ماه جور کنیم بریم رویال رو رو پس بگیریم الان اینجوری شده دیگه 90 درصد شما همینطوری هستید دیگه حرفان تموم شد پیتوبین اضافه شد آپدیت های مزخرف تو این دو سال اضافه شد و این آپدیت جدید که میخوایم بریم ببینیم چجوریه خب رفقا دیگه شما صد درصد شما در این ویدیو رو نگاه میکنید صد درصد این صحنه رو دیدین چیزی که جدید اضافه شده نمیدونم اسمش چیه اسمش گابلین کوینز جنریه یعنی آه یه بخش جدیدی تحت عنوان تروفی رود به نظرم میرسه خب گابلین یک نمیدونم منظورش از اون گابلین یک چیه فکر کنم تابرش باشه دیگه یا آه نه اینا رو نگاه بچه اینجا رو من نهیده بودم اینجا رو نگاه کنید یه لحظه من اینجا رو بودم مود پیت سکراپ یارد یا خدا انکسترال پلیس بچه این چیه دیگه بیخیال ناموسم بیخیال 3400 تا هم آخرین کاپیه که دقیقا مثل همینه دیگه ترافی روده دقیقا مثل ترافی روده بچه کلش میدونید دیگه تقریبا یکی دو ساله که اومده روی آف ل... پس آف لجند قبلش ترافی رود بودش همه یه بیس اصلی کار ترافی رود بود حالا ما یه چند بتل توی گابلین کوینز جنری بزنیم یه چند تا ترکیب اوکی خودش به اون ترکیب داده و با همین ترکیبی که خودش بهمون معرفی کرده یه بتل بزنیم و بعد ببینم چطوریه داستان ترکیب تغییر میدم یا نه و ببینم پیاما رو اوکی بریم بچه بریم بتل بزنیم بریم اولی بتل توی این چیز جدیدی که اضافه شده و کارت ها بچه بعد این بتل بهتون کارت های جدید معرفی بکنم ببینم چی جوریه داستانه شا... البته خودتون هم بهتر از من میدونین اولین دومین بتل همه توی این مود جدید برحال چیه این دیگه یا خدا این چیه اه اه این دیگه چیکار کرد پشمام بچه ها این دیگه چی بود اوکی گابن جنیت از بک یا خدا اونا چی؟ اونا بچه هر تعداد گابلینی که بزنید اونا پر میشه اینو میدونم پرم بشه یه چند تا گابلین که یه شکل دیگه یه کلن میندازه این بریم از گابلینش یه دونه هم لاگ میره میترکه خیلی مزخرف شده اصلا نمیدونم چیه کلش رویال واقعا این دیگه کلش رویال اون کلش رویال نیست اصلا دشمام خب الان چی میشه اینجا فکر کنم این دو تا کارت رو بزنم این آره آره فهمیدم الان یک کدوم این دو تا کارت رو بزنم گابلینا رو پرت میکنه به سمت تابر بله پرت شدن نایت ما بزنیم یا خدا اینم از اروز سمت تابر رفتن یه دونه لاک بزنیم این طرف بسیار عالی تابر رفت ترکیب هم که مشابه طبیعتا نایت هم که تو این ترکیب هستش شرکمی که خود کلش رویال معرفی کرده بچه‌ها یعنی خود کلش رویال اوکی کرده تا بازی بکنیم و تابر جدید تابر گابلین و تا الان مطمئنا شما اخبار رو بهتر از من میدونید گابلین جدید هابر تروپ جدید و این گابلین جدیده بچه اسمش یه گابلین دمولیشر دمولیشر یه همشین چیزیه هرچی خیلی به نظر جادب و قوی میاد او رفت تاور سمت راست رو را بریم لاگ گابلین رو بزنیم که رابین همون بره سمت تاورش یه هم همه اوکی نایت ترکیب خیلی خوبی هم چیده برامون که داشت رویال بسیار عالی بس بردیم بذارید بتل نزنیم فعلا بذاریم یه نگاه بندازیم بریم تاور ترو نگاه بکنیم ببینیم مثلا این تاور تروپ ها رو میتونی توی پس آف لجند استفاده بکنی یا خیر نگاه بندازیم فکر کنم الان دیگه طبیعتا چالش جدید هم اضافه شده به بازی یه نگاه بندازیم برو بیرون برو اینور دیگه البته فکر کنم اینجوری هم بره خب نه اضافه نشده احتمالاً فردا اضافه بشه تا بره. چیز جدید چالش جدید که اینجا میاد برات یه بتل زدیم و اصلا خوشم نمیاد فلالس. من دنبال این نفرم که توی مثلا این 740 تا کاپ پشمام اینا دیگه خیلی بیکارن البته اینا پلیری جدیدن اینا فعلا با کلش رویال دارن حال میکنن میخوام کارت های جدید رو برم نگاه بندازم لول 9 بچا ماکسیمم لولی که توی اینجا میتونی فکر کنم به دست بیاری نه نه میتونی لولش آپ کنی از نه استارت میشه همه کارت ها. اینو متوجه شدم همه کارت ها از لول 9 استارت میشه و کارت های جدید اینها خب گابلین کورس کورس دیگه آره یا خدا یا خدا این دیگه چی بود من دیدم بچه بس ها بس چی میشه دو تا اکسیر وای اسپل دو اکسیره بیخیال این دیگه چی کار میکنه بیزه دونیم این چیکار میکنه واو راکتیه برای خودش دقیقا نصف راکت میبره این کارتره من ندیده بودم عجب چیز خفنیه خیال نقطه ضعفش چیه لامبرجک آها رو سرعت ها کم میاره یعنی مثل لامبرژ کارت این مثل اوگرایدر از پشت میتونه بزنه کم میاره سرعتش و این دو تا کارت جدید برای پساف لجند و این کارت هایی که اضافه شده چقدر کارت اومده گابلین دیمولیشر همون نمیدونم اسمش چیه دقیقا بذاریم چیکار میکنه این نقطه ضعفش چیه نقطه ضعف که من ندیدم ازش یکی از رفقای یوتیوبری توی آلمانه همون سمر ها قبل از اینکه آپدیت در واقع بیاد چیزی جالبی گفته بود گفته بود اگه این کارت پشت جاینت قرار بگیره شما فقط باید صبر بکنی و نگاش بکنی نمیتونی جمعش بکنی چون خودش قطعا قبل اینکه آپدیت در واقع انجام بشه این کارت رو داشته چون یکی از تولید محتواهای کلش رویال سوپرسل این تولید محتوا میکنه برای کلش رویال همون نماده هستش اینجا میاد و در کل نظر خاصی راجع به این اپدیت قطعا این که این اپدیت کمک نمیکنه اگه کلش رویال دنبال اینه که با این اپدیت دوباره کلش رویال به اوج برسونه قطعا با این اپدیت ها امکان نداره حتی بدتر هم شاید بشه به نظرم کلش رویال همون چیزی که بود میمونه نه بدتر میشه نه بهتر این نظرش صد درصدی منه و دیگه از این به بعد پی تو وین بیشتر خواهد شد این آیتم حالا اپدیت نشده بذارید اپدیت بشه بذارید این کارتا یه جورایی توی پس آف لجند قابل استفاده بشه اون موقع بهتون میفهمونم چرا دارم این حرف رو بهتون میزنم بذارید این دو تا کارت مشخص بشه گوبلین دو گوبلین سه یعنی چی؟ Unlock at Goblin 2 Goblin 3 نمیدونم منظورش چیه فکر کنم مربوط به همین جا باشه گابلین دو گابلین سه نمیفهمم چیه منظورش برحال یه ترکیب خفن اینجا بشینم براتون کرکوپرتون بریزه گیس جالب بچه شما میتونی اسم حریفتو ریپورت بکنی نه نمیدونم برای چی که چ... چی چ... 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 بشه ریپورت پلیر نیم چرا من اسم رفیقامو مثلا اسم کسی بخوام ریپورت بکنم چی کاریه متوجه این موضوع نشدم که چرا بعد یه همچین چیزی تو شلچیل اضافه بشه بچه ها این چقدر بیکار و الاف دنس سرویس رفقا من این نگاه کردم این سمت رو مثلا فلاولس سوکاپ 773 یا مثلا پولارس سوکاپ کاپ 858 پشمام اینا چقدر 1500 بی خیال علی رزا بذارید یه نگاه بندازیم اینجا رو 1100 علی رزا خیلی خوب رفته جلو اندرس باس 150 خیلی خوبه من یه چند تا وصل بزنم بچه ها خیلی خوب رفتن شده کنن یه ساعت آپدیت اومده یعنی تو یک ساعت این نمه وطل زدن عجیبه خب این بطل هم بزنیم من آخر یه جنبندی بکنم دوباره تصویر خودمون بیارم جلو یه جمعبندی بکنم چون امروز قصی توی معرفی ترکیب و یه همشین چیزایی ندارم فقط میخواستم بهتون یه سری چیزا رو نشون بدم یه سری چیزها رو راجبش مطمئن بشید که آقا کلش رویال با این جور مسائل قرار نیست به تاپ برگرده با این جور آپدیت ها و عروضو بزنیم این تابر معمولی هم خیلی مزخرف ضعیفه این تاور فکر میکنم هم تابرش هم کینگ تابرش فقط توی این بخش جدید پشکاب قابل استفاده باشه نمیدونم شاید حالا در آینده بخواد قابل استفاده بشه توی تاپ لدر پس آف یا حالا تروفی رود پشکاپ خودمون اینو مطمئن نیستم او او لاگ خیلی ایزیه فلان حالا فلان کاپی نداریم ایزی همش خوشگله تا کی میتاورش <تص medis> جالبه گنده است گنده و گوگولیه یارو این ترکش تغییر داده ها این اون چیزی نیست که کلش خودش در واقع به همون میده همون اول کار این از بک آها خواستم اینو امتحان کنم اوه او. خواستم اینو امتحان کنم بچه میخوام ببینم پشت این چیکار میتونه انجام بده چون من شنیده بودم که پشتش باشه هیچ کاری از هیچ کسی بر نمیاد و دقیقا هم همونطوره بچه ها وقتی پشتش دقیقا میشه مثل یه ویزارد ویزارد که خیلی بهتره ولی این ترکیب قراره بچه ها اگه این کارت یه پس آف لجندم باشه مطمئنا ترکیب های جاینت از این چیزی که الان هستم بیشتر خواهند شد مطمئن باشید اوکی نه از لاد. کارش تمومه نه از دارس گوبلین کافیه نه این کارتا بزنم تا بره برای خودش تمام رفقا من امروز قصدم این نبود که بخوام بیام ترک بتلی بزنم معرفی ترکیبی داشته باشم نه اصلا میتونم فردا پس براتون این کار انجام بدم یه معرفی تایید قشنگ بشینم فکر کنم که چه ترکیبی براتون اینجا مثلا مناسبه اگه میخواید بازی بکنید براتون حتما میذارم یه ترکیب خوب ترکیب خودش عالیه ها ولی اگه مثلا رفته رفته مثلا دیدیم تو بالا جواب نداد براتون یه ترکیب میسازم و معرفیشو میکنم دوستان برمیگردم با تصویر خودم و دیگه ویدیو رو تموم میکنیم خب دوستان خیلی ممنون که ویدیو رو نگاه کردید من امروز فقط قصد این بود که سه توضیحات رو مهم بهتون بدم بفهمید قضیه از چه قراره چطوری داره پیش میره ماجرا و قصدم اصلا دیدن گیم پلی مثلا کس دیگه یا حتی خود من نبود اصلا دیدید دیگه دو تا بسات گلن و سران همش کردم برای معرفی ترکیب این قسمت حتما ویدیوهایی خواهیم داشت حتما نه اینکه حالا نباشه قطعا جزء برنامه‌ام هست من تا زمانی که کلش رویال وجود داشته باشه هستم توش بچه ها مگر اینکه واقعا دیگه مغزم دیگه اونقدر نکشه همین الان نمیکشه فقط به خاطر شما و این یوتیوب هستش که من تو کلش رویال هم برحال خیلی ممنون بچه ها خیلی ممنونم که منو همیشه حمایت میکنید و هستید همیشه میبینم باز خورداتون همیشه خوب بوده ولی خب میگم این آپدیت آپدیت نیستش که شما مثلا تا قبل این ویدیو فکر میکنید اوه چه خوبه پیاش خیلی خوب شد نه اینطور نیست بچه‌ها فعلا